و الفجر 4 یکی دیگر از عملیات محدودی است که با مشارکت سپاه و ارتش در ارتفاعات سورن و دشت شیلر انجام می شود و بخش مهمی از ارتفاعات کانیمانگا را به تسلط رزمندگان ایرانی در می آورد. ما هارس که گره ها دوچار رکود شده. مدافند بسیار سنگین دشمن به خصوص در منطقه جنوب عملا امکان هر گونه هجوم موفقی رو سلب کرده. فرماندهان در جستجوی منطقه بکری هستن که دشمن رو غافلگیر کنند. ضرورت تغییر میدان نبرد ما هاست که توجه سپاه را به خود جلب کرده است. منطقه آبی هور منطقه بکری است که امکان استفاده دشمن از تجهیزات زرهی را به شدت کاهش می‌دهد. عراق در این منطقه پدافند قوی نیز ندارد، چرا که حمله ایران به جزایر مجنون را بعید می‌داند. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فرمان عملیات خیبر را با رمز مقدس یا رسول الله صادر می کنم. یا رسول الله، یا رسول الله. برادران عزیز به پیش. عملیات خیبر با رمز یا رسول الله. من به رزمم خصم را غیران و مجنون می کنم. حسین قهرمان عرصه پر افتخار خیبرم. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین. خیلی خوبه اون پاسگاه را مخزن آتش بزنن که در دل همه رعب و وحشت به وجود بیاد. به مرتضی بگی تا میتونن اونجا را آتش بزنن. همکنون نقل و انتقالات اتومبیل ها رو در روی اتوبان الاماره بصره ملاحظه می کنید. در سمت چپ ما رودخانه دجله قرار دارد و این هم پاسخ دیگر بر یاوه‌گویی های صدامیان کافر و لبیکی به ندای امام عزیزمان. به خدا قسم اگر خود آمریکا الان نیاد اینجا حکومت کنه، به قدر این بچه‌ها ایستادگی دارن و به قدر این مقاومت دارن، یعنی یه روحیه ای دارن، خدای اون یه چیز هست که غیر ممکنه که بنده بتونه تخمین بزنه. جهاد سازندگی و مهندسی رزمی سپاه در این عملیات برای انتقال نیرو و تجهیزات به جزیره مجنون دست به کار شگفت‌آوری می‌زنند که عقبه خاکی ایران را به جزایر متصل می‌کند. یک کار بسیار عظیمی شده که غربی ها با اینکه مدتی فهمیدن و کم و بیش هم اسم بردن اما نخواستن گندش بکنن. پلی که روی این آب زده شده نشان اوج روح ابتکار و صنعت حزب الله در ایرانه. این کاری که بچه های شما در طول مدت یکی دو ماه فقط انجام دادن، ما تا اونجا که اطلاع داریم و وزرای ما و صنعتگران ما در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در هند، در هیچ جا هنوز نمونهش ندیدن. اینجا قسمتی از بیمارستان صحرای خاتم الانبیا واقع در منطقه عملیاتی خیبر میباشه. شور و هیجانی که اینجا هست کمتر در بیمارستان‌های معمولی و در محیط شهر به چشم می‌خوره. در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه‌ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصاً در ساعت 2 بامداد انجام می‌دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می‌نشیند. وحدت بدون سابقه رزمندگان اسلام در این عملیات به چشم می‌خوره. سپاه پاسداران، رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، نیروی دریایی، هوانیروز و همه نیروها در اینجا از وحدت بالایی برخوردار هستند که در تاریخ رزم ما شاید بی سابقه بوده باشه. کاملا هماهنگیم. الان هوانیروز از دیروز تا حالا، از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره. من اینجا جوانانی را میبینم که بیتاب در انتظار سوار شدن به
وسایل هوایی هستند تا خود را زودتر به جزایر آزاد شده برسانند. خیبر نیز مانند هر عملیات دیگر فراز و فرودهای خاصی دارد. مرحله اول با شتاب خوب رزمندگان به موفقیت میرسد، به گونه ای که اهالی شهر القرنه عراق به استقبال نیروهای ایران میآیند. من پیش از ظهر که قبل از اینکه بیام نماز تماس داشتم با برادرانمون در خطوط مقدم جبهه، به ما میگفتند برادران از اون نقطه وقتی که وارد پشت منطقه پشت نیروهای دشمن شدن، به قدری خودروهای زرهی و تانگ و نفربر در اونجا برادران ما از دشمن زدن که اونجا رو به گورستان وسیعی از تانگ و نفربر مبدل کردن. عراق با پاتک‌های بسیار شدید سعی می‌کند بر اوضاع مسلط شود. پاتک‌های عراق در طلایی بی سابقه و طوفانی است. الله اکبر! الله اکبر! مقاومت در طلائیه به حسین خرازی و رزمندگان لشکر 14 امام حسین علیه السلام سپرده می شود. ساعت 11:30 بود، 11:30 شب بود که نیروهای بسی عراقی پاتک زدند و نیروهای اسلام، رزمنده اسلام آنها را سرکوب و تا ساعت 9:30 صبح ادامه داشت. در نبرد سهمگین و تنبتن طلائیه، قرازی یک دستش را تقدیم پروردگار می کند و به ناچار از میدان خارج می شود. اما مدافعان شجاع لشکر امام حسین در میان طوفان آتش توپخانه، قمپاره، هواپیما و هلیکوپترهای دشمن حماسه ای آشورایی خلق می کنند. امام با سخت‌تر شدن نبرد خیبر پیامی خاص برای فرماندهان و رزمندگان می‌فرستد و آنها را به پایداری عاشورایی فرا می‌خواند. پیام امام تراوت جهاد فی سبیل الله را در رزمندگان دوچندان می‌کند. از دست دادن مجنون برای صدام غیر قابل تصور است. به همین علت صدام به سلاح شیمیایی متوسل می شود و دست به جنایتی دیگر می زند. چند روز تو جزیره بودید شما؟ 10 روز. ما این صداش نمیاد. از چند دیدیم به صورت مه داره می جلو. یه بوتون دیمیده و اینا دیم عشق ریزه و اینا. سازمان ملل هیئتی را برای بازدید از مناطق شیمیایی شده به ایران می فرستد. در ظرف 5-6 ماه گذشته بارها به سازمان ملل گزارش شده بود که صدام در جبهه ها از بمب شیمیایی استفاده میکنه. منتها الان رسانه های بین المللی، روزنامه ها و منابع مستقل، بیمارستان ها، اطبایی که در اروپا، اینا اونقدر اظهار نظر های وسیع کردن که خواهی نخواهی سازمان ملل احساس کرد که بیش از این دیگه مصلحت نیست که سکوت رو حفظ بکنه. نبرد خیبر به گونه‌ای سنگین است که چند فرمانده سپاه از جمله حاج همت، فرمانده دلاور و مدبر لشکر 27 محمد رسول الله، اکبر زجاجی معاون او و حمید باکری قائم مقام لشکر عاشورا همراه با شهیدان بسیجی و ارتشی به دیدار معبود می‌شتابند. ریگان ضمن تهدید شدید ایران تقویت ناوگان آمریکا در خلیج فارس را اعلام می‌کند. رئیس جمهور به مقامات آمریکایی درباره ماجراجویی در خلیج فارس هشدار می‌دهد. اگر آمریکایی‌ها در این تهدیدهای ضمنی که می‌کنند می‌خوان برای حیثیت جهانی خودشون در دنیا و پیش ملت‌ها و پیش نوکرهای سیاسیشون و زمامداران کشورهای کوچک باد و بروتی فروخته باشن، عیبی نداره بکنن، ما کاری به اونا نداریم. اما اگر میخوان تهدید واقعی بکنن ما رو، اگر میخوان اینجا با ماجراجویی هاشون فضاحت های لبنان رو جبران بکنن، یا حالا که میبینن جنگ داره به قدم های آخرش نزدیک میشه، بخوان در خلیج فارس وارد بشن از عراق حمایت کنن، بدونن ممکن نیست که ما هنگامی که اونها وارد بشن اجازه بدیم دیگه یک قطره نفت از این منطقه خارج بشه، ممکن نیست اجازه بدیم منافع آمریکا در این منطقه بمونه، و اگر آمریکایی ها ماجراجویی کنن ما تمام منافع آمریکا در خلیج فارس رو نابود خواهیم کرد.